در این برنامه کارمندان و رعنا منصور تقدیم میکنند. اگه حال منو داشتی منو تنها نمیذاشتی، دیگه دیره واسه موندن، منو اینجا جا گذاشتی. تو که عشق منو دیدی چجوری ازم بریدی، چجوری یه خط قرمز داره قلب من کشیدی. توی قلبم جا آشوبه، یکی قلبمو میکوبه، ولی چون اسم تو روشه همین حس بچه خوب. سپاس کارمندان و رعنا جون. آره شما خوب هستین، خیلی ممنون. آقا بالاخره کارمندان آقایت بخیر شد. به که شما گروهت بودی دیگه، رعنا به گروه اضافه شد یا شما به رعنا اضافه شدیم، من نمیدونم دقیقا چی شدیم. بسر جفتمون خودم رو چبوندم. یعنی گلی بودی که شکفتی در این گلدون. بله کمبود دختر داشتیم در بند دیگه، فقط کمبود یه دختر. یه دختر راست میگه. در ضمن اروین هاش گفت زیر گازو خاموش کردی یا نه؟ زیر گاز من کی از من پرسیدی که زیر گازو خاموش کنم؟ خب حالا 20 دقیقه پیش از من پرسیدی اگه زیر گازو خاموش کنم. خب حالا میری خونه میفهمی. اگه خونه اونجا بود بود که خاموش کردی، اگه خونه نبود یعنی دیگه دفعه بعد خاموش کنی. اروین خب تو گروه های مختلف داشتی، من سالها با هم سابقه داریم، تو با خواننده ایرانی کار کردی، آهنگ ساختی باشه، آهنگسازی کردی، سیاوش قمیشی سامان بود، بعد گروه های خودتو خارج داشتی، با کلی هم خواننده کار کردی، تو با سرچ کار کردی، سرچ تنکیان از گروه سیستم آف داون حتی جدا شد. یعنی با خارجی ها آدم اسمه اون با من کار کرد. آره اون با ایشون کار کرده. خود خوشبختانه تو فارسی میگه اون نمیفهمه. و همینطور خود گروه خارجی داشت به اسم سلو موشن رین که کارهای خارجی میکردی و کارمندان و حالا رعنا منصور. کدوم ها بیشتر گرفتی؟ من رعنا بیشتر گرفت. آف بس امین، همه شون جای خودشون رو دارن. چطور بودین تلاتوم های زندگی تا الان؟ بعد از ازدواج؟ بعد از ازدواج راستی که این تلاتوم نیست، این بیشتر تلاتلاست. گفتیم هنوز یه سالم نشده. آره تو هنوز داریم گرم. هنوز خوشبختانه صدای رعنا اونقدر قشنگه که هر چقدر به من فوشم بده واسه من یه انگار یه سازه که میزنه. دیگه خودتون بهتر میدونی مثلا. ولی چطوری حالا برای تو هم عجیبه دیگه ازدواج کنی، برای دو نفری که اصلا تو کار هنری، واسه همین یک طلوع تازه تو کار هنری هر دوتون. بله شما سبک خودتو داشتی، نه همش هم خارجی میخونی درسته؟ انگلیسی، زبونه مختلف؟ بیشترش به زبون انگلیسی میخوندم، ولی الان هنوزم آهنگای به فارسی میخوندم اون موقع قبل از اینکه با اروین آشنا بشم. و گروه خودت داشتی؟ من دیدم چند سال پیش و سبک جاز بیشتر کار میکردی. بله بیشتر
سبک جاز. اون تو اون سبک تو یعنی مثلا درس خوندی، علاقت بود، چی بود داستانی که به اون نتیجه رسیده بودی؟ آهنگ و سبک و شعر و ملودی، اتفاقا هر سبکی که باشه موزیک خوبه، یعنی خودش ما رو انتخاب میکنه، یعنی آرتیست رو انتخاب میکنه، نه ما اون آهنگا رو انتخاب میکنیم. یعنی این اینجوری، یعنی اتفاقا اروین خیلی تعریف میکنه، گفت رانا هر صدایی میتونه بخونه، هر آهنگی رو میتونه بخونه، یعنی همیشه یواشکی افتخار میکنه به من میگه. و این به خاطر اینه که تو خانواده اینجوری بودین یا استعداد ذاتیه؟ مامانم اتفاقا اینجاست که در تاریکی نشستن. برای مامانم میخوند، میدونم که تو مدرسه میخوند، بله تو کور میخوند. و تو هم باشون تمرین کردی؟ چطوری شد؟ آره نیشی، مامانم همیشه بالا سرم وای میستاد تو گهواره تکن تمرین پیانو. پس به بچه های خودتون پیانو و موسیقی یاد بدین، به اینجا میتونه برسه. برای بچه خودتون دارم میگم. آره خدا بخواد بچه خودمون حتما باید بره دکتر بشه، وکیل بشه، اصلا توی کار دیگه نکرد. خب اروین شما الان با هم کار میکنی، خونه من میدونم خیلی آهنگ میسازی، چون یه استودیو خونگی داری. ما الان داریم آلبوم رانا رو آماده میکنیم که آلبوم خودشه، چند تا از آهنگای کارمندان هم اونجا هستش، ولی اکثر کارای خود شخصی رانا هستش. یعنی آهنگ مهتاب که بله. از آهنگای همه جدید کمتر شنیده شده. این آهنگو رانا 16 سال پیش خونده بود با معلم خودش به اسم جمشید باستانی. این یه دونه آهنگ خیلی با دل من حرف زد. بعد با هم دیگه بازسازیش کردیم از اول، تنظیم امروزی تر. با هم میتونی اجرا کنی؟ حتما. خیلی متشکرم. Show.
مهتاب چه نوری هم میاد. مهتاب خود مهتابه. تازه این سگ شما همش اینجاست. من جزء یکی از اعضای گروهه که الان زیر چهارپایه هستش اینا. اسمش چیه؟ میمی. خوبه خوشم میمی خوش آهنگ هستن اسمش. میمی حرفم میزنه. جدی؟ حالا اگه میکروفون بود یه چیزایی. جدی؟ پس تو خیالاتی شدی کامل. واقعا شوالی. و به هر حال آلبوم جدیدی که دارین جمع میکنین آلبوم فارسی شما هستش. اون دیگه چند تا آهنگ خواهد بود؟ اونها 10 تا آهنگ. آلبوم فارسی 10 تا 11 تا آهنگ با چند تا ریمیکس هم توش خواهد بود. بله. تمام تنظیمای آهنگ به جز فکرم یکی دوتا تنظیمای هم من همه ایرون. چه سبکی رو میخواین کار کنین در آینده؟ چون خیلی آزمایش کردین، بعضی از ویدیو الکترونیکه، بعضی ها یه چیز دیگه هست. هنوز به نتیجه رسیدین چی کار کنین با هم؟ رعنا جاز میتونه بخونه، پاپ میتونه بخونه، سبکای مختلف میتونه بخونه. و آهنگ بعدیتون هم خود اروین از آهنگایی که خودش تو گروه کارمندان خودش اینو خوند، ویدیوهاش هم میساخت. آهنگ خیلی جالبه، منو دنیا. منو دنیا با شعر خیلی زیبای امید اولیایی. بله. پس این شما و این رعنا منصور و کارمندان. خیلی متشکرم. Let's play منو دنیا. یه برگم از یه جنگم، نه یه موجم از یه دریا، نه یه سنگی از دل کوه، نه یه قطره از یه رویا، نه یه لحظم از یه تخمیم، نه یه سطرم از یه دیوان، نه یه خطم از یه تصویر، نه یه جورم از یه دیوان. من نیومدم به که بشم بنده یه تهران، که سر دو راهی شک یه طرف برم به اتوان. من نیومدم به دنیا که بشم بنده یه تکرار. از یه قصه، نه یه نقطه تو الفبا، نه یه نقطه تو یه قطعه، نه یه لحن میونه دیبا. بشم بنده یه تکران، که سر دو راهی شک یه طرف برم به اجبار. من نیومدم به دنیا که بشم برده یه عادت، که بپوسن آرزوهام از سر ترس و خجالت. من نیومدم به دنیا که بشم بنده یه تکران. سپاس، خیلی ممنون، تانکی سو مچ. بالاخره یکی از آهنگای خودتو خوندین ها. بله. چم خوب شد ها. مرسی. حتی نه که تو صدات بده، ولی خب دیگه این موقعیت رو کشید اینا. از زمین تا آسمون فرق داره. از زمین تا آسمون. ایشون از دبیرستان و دبستان درسشو خوندی، درسته؟ بله. پس بنابراین خوبه که آدم درس واقعا بخونه، یعنی که فقط استعداد بسه. Well. این همیشه ما این صحبت‌ها رو می‌کنیم با هم دیگه. شما چی فکر می‌کنید؟ اروین بیشتر به فارسی بلدم بگم سلف تات، خودآموز بوده. خودآموز اگزکتلی. اند ولی من یعنی استعدادش رو از بچگی هر دو تایمون داشتیم، ولی من بیشتر درس پیانو کلاس به نظر من تو یه جور دیگه لازمه. حتی ایشون هم چیزای خونده، چون
ارکستراسیون و آهنگسازی بلدی، یعنی چه سازه بیاد، درسته؟ تو خونده بودی یه چیزی اون حسه درست باشه، خوبه آدم بره مدرسه بخونه. تو از اون آهنگای دوره کارمندان آلبومت یه تنظیم دیگه ای هم داری این دیگه نه؟ من یه آهنگ از خیلی دوست دارم به اسم انگار، من دارم جا شما میبخونی؟ بفرمون خواهش کنم. من میکروفون بان شما هستم، بیام اینجا میذاریم، استیج هم درست میکنیم. انگار رعنا منصور و کارمندان. ولی قبل از این آهنگ اینجا در این استودیو چه خبر بوده؟ ما داشتیم چی کار میکردیم؟ موسیقی
تنها روز آفتابی هستش، بعد 4-5 روز در شهر لس آنجلس گروه جمع شده. بچه های گروه کارمندان هستن، ایشون رهبر گروه، دارن نور میدیم فعلا رو اروین. آرایشش هم که این شبیه مجسمه های رومی شده، میبینی؟ این نیاکنی میبینیم که شبیه قیصر رومی که از جنگ برگشته و داره فکر میکنه که شکست خورد یا برنده شده. نه بابا چرا اینجوری میکنی؟ پرفکت پرفکت. منتظر این گروه آماده شه، اینم لباس رعنا هستش هر بپوش اطور آرهش میشه کنیم. فرناندو جازیست گروه همونه، دانیله که باسیست همونه میشناسی نشون برو جلوتا، اونم جوال سکسیفونیست همونه. جوال از کوبا، از ایتالیا، از چیله. چیلی دیگه؟ تهران. چی هم میزنیم امروز؟ یکی از مهتاب که جدیده من و دنیا، آهنگ معروف خود اروینه، میشه مگر رو نشدیدم. تازه است. اگه حال من داشتی که رهنو منصور باش معروف شد، میبی از آلبوم آینده است که تازه اینجا شن. انگارم از آهنگا که من خیلی دوست دارم کار اروین و گروه کارمندانش با صدای رهنو. این دفعه این تخته من ندیدی؟ اینجا بریم اون بر. من این تخته که با تقو میزنید دوربین همه هنگشتا رو گم کردم. بیمیم کجاست؟ تخته کو؟ اینجایی که ممکن بودیم پیداش کنم. اینم تاریخ ضبط ما بود. رهنا منصور و کارمندان میشه مگه؟ قلبمو زیر و رو کن، یه زندگی خوب واسه هر دومون آرزو کن. ببین فقط به خاطر خودت تو رو دوست دارم، تا پای جونم پای این عاشقی موندگارم. میشه مگه جز تو کسی تو قلب من جاشه؟ حال هیچ جای دیگه مثل تو پیدا شه؟ میشه مگه جز تو کسی تو قلب من جاشه؟ حال هیچ جای دیگه مثل تو پیدا شه؟ همه عشقم مال تو، همه عشقم مال تو، تمام قلبم مال تو. مگه جز تو کسی تو قلب من جاشه؟ محال هیچ جای دیگه مثل تو پیدا شه؟ میشه مگه جز تو کسی تو قلب من جاشه؟ محال هیچ جای دیگه مثل تو پیدا شه؟ محال هیچ جای دیگه مثل تو پیدا شه؟ محال هیچ جای دیگه مثل تو پیدا شه؟